سرخط مهمترین خبرها، صلح افغانستان محور دیدار فرمانده ارتش پاکستان و عبدالله عبدالله. دکتر عبدالله به طالبان: آتش بس موقت رای حل اساسی مشکل کشور نیست. و در اخیر فرصت یک گفتگوی مارشال عبدالرشید دوستم به اشرف غنی. با نام خدا و با عرض سلام به مجموع خبری چینل یوتیوب وان سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخر این ویدیو با ما بوده و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. صلح افغانستان محور دیدار فرمانده ارتش پاکستان و عبدالله عبدالله. پارس تودی، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و فرمانده ارتش پاکستان، آغاز هرچه سریعتر مذاکرات صلح افغانستان را برای حل بحران این کشور ضروری دانستند. با گزارش رادیو دری، دفتر شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در بیانیه اعلام کرد که عبدالله عبدالله رئیس این شورا روز دوشنبه در دیدار با ژنرال قمر جاوید باجوا فرمانده ارتش پاکستان در کابل گفت گروه طالبان از فرصت پیش آمده برای مذاکرات و برقراری صلح استفاده درست نکرده است. عبدالله عبدالله افزود اگر طالبان خواهان تحمیل راه حل نظامی باشند، این روی کرد باعث تداوم جنگ و مخالفت مردم در برابر آنان خواهد شد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ضمن تاکید بر این که حل بحران این کشور را حل نظامی ندارد، خاطر نشان کرد که افغانستان صلح‌آمیز که طالبان بخشی از آنها باشد به نفع افغانها، کشورهای منطقه و جهان است. فرمانده ارتش پاکستان هم در این دیدار گفت که مشکل کنونی افغانستان رای حل نظامی ندارد و تنها رای حل رسیدن به توافق سیاسی از طریق مذاکره و تفاهم برای تشکیل یک دولت فراگیر با برگزاری انتخابات سراسری است. در همین حال نیکولاس پاتریک کارتر فرمانده ارتش انگلیس امروز با محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در کابل پایتخت این کشور دیدار و درباره مسائل این کشور گفتگو کرد. دور جدید مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان به منظور پایان جنگ و درگیری که قرار بود 24 آوریل 4 سور در استانبول ترکیه برگزار شود، اما به علت شرکت نکردن این گروه به تاخیر افتاده است. همچنان این در حالی است که عبدالله و طالبان: آتش بس موقت رای حل اساسی مشکل کشور نیست. رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید که آتش بس موقت رای حل مشکل اساسی و بیرون رفت از بحران نیست. با گزارش سپوتنیک، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در واکنش به اعلام آتش بس از سوی طالبان در روزهای عید فطر گفته است که رای حل بیرون رفت از بحران کنونی کشور، تصریح مذاکرات، اعلام آتش بس دائمی و قطع همیشگی جنگ است. در پیام عبدالله عبدالله در این مورد آمده است که در گذشته جمهوری اسلامی افغانستان در روزهای عید و مناسبت‌های خاص آتش بس یک جانبه اعلام کرده است. برقراری آتش بس موقت به این مناسبت‌ها فرصت کوتاه آرامش برای مردم فراهم می کند، اما رای حل اساسی و دائمی برای حل مشکل کشور نیست. او در این پیام که روز دوشنبه 20 سور نشر شد تاکید کرده است که بحران افغانستان رای حل نظامی ندارد. با گفته عبدالله، تجربه 4 دهه اخیر نشان می دهد که نقطه خشونت و کشتار نه تنها رای حل نیست، بلکه به عمق بحران و منازعه افزوده است. او تاکید کرده است که هیچ گروهی دچار اشتباه محاسباتی نشود که با کشتار و خشونت بیشتر به نتیجه می رسد. در پایان عبدالله عبدالله طالبان را به از سرگیری مذاکرات آتش بس دائمی، قطع جنگ و خونریزی و یافتن رای حل سیاسی جامع عادلانه با عزت و قابل قبول برای تمام طرف ها فرا خوانده است.
گروه طالبان با نشر خبرنامه به مناسبت عید فطر 3 روز آتش بس اعلام کرده است. این خبرنامه بامداد روز دوشنبه 20 ثور 3 روز پیش از عید فطر نشر شده است. این گروه به افراد تحت امر خود دستور داده است که از اول تا 3 عید فطر حملات تعرضی را متوقف کنند. در خبرنامه به افراد طالبان گفته شده است که اگر در این 3 روز جانب مقابل حمله کند، با دفاع از مناطق خود بپردازید. افراد طالبان از رفتن به ساحات تحت کنترل دولت منع شدند و به همین ترتیب از آنها خواسته شده است که نیروهای دولتی را اجازه ورود به ساحات تحت کنترل خود ندهند. همچنان این در حالی است که رئیس محمد در روی برگه فیسبوکش چنین نگاشته است: مارشال دوستم، دیگر شعار دادن‌های دوستم بس است. زمانش رسیده که دوستم لباس کماندو به تن نماید. این ملت از پا افتاده را از شر طالبان نجات دهد. تاریخ بچه ترسانک‌های غنی و آمریکا تیر شده. باید گفت که این حرف دوستم ناشی از قوت گسترده نظامی روسیه در منطقه بوده. کشور بدبخت ما زور آزمایی آمریکا و روسیه می باشد. همچنان این در حالی است که دو کارمند وزارت شهدا و معلولین به اتهام رشوه بازداشت شدند. وزارت شهدا و معلولین دو تن از کارکنان وزارت شهدا و معلولین را به اتهام اخذ رشوه گرفتار کردند. با گزارش سپوتنیک، دادستانی کل امروز دوشنبه 20 ثور با نشر خبرنامه اعلام کرده است که این افراد کارمندان بخش تدارکات و خریداری های وزارت شهدا و معلولین هستند. نشریه این وزارت گفته شده که متهمان این قضیه در اثر ادعای کارمند یک شرکت خصوصی که با این وزارت برای تهیه و تدارک اجناس آیتی قرارداد امضا کرده است، در یک عملیات اپراتیفی در همکاری با منصوبان ریاست عمومی امنیتی ملی بازداشت شدند. خبرنامه دادستانی کل توضیح می دهد که این افراد به اتهام دریافت 25 هزار افغانی از کارمندان یک شرکت خصوصی بازداشت شده اند. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان سمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. الله متعال حافظ و نگهدار شما باشد.